سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم شروع کنیم صحبت کردن راجع مفهوم شتاب در دو رو که یک مفهوم بسیار جالب و هیجان انگیز هست خب من اینجا معادله مسیر یک جسم رو ترسیم کردم در این نمودار زرد رنگ و یادتون هست که جهت سرعت لحظه ای یک جسم برابر بود با شیب خط مماس بر معادله مسیر در اون نقطه خاص مثلا الان اینجا خطی که من اینجا مماس کردم و بردار سرعت جسم در نقطه یک رو نشون دادم داره به من جهت سرعت لحظه ای رو هم میده خب من میتونم سرعت لحظه ای جسم در نقطه یک رو تجزیه بکنم به دو معلفه V1 X در راستای محور X ها به علاوه V1 Y در راستای محور Y ها و به همین ترتیب میتونم V2 رو هم تجزیه بکنم به V2 X در راستای محور X ها به علاوه ویدوی وای در راستای محور وای ها خب وقتی که من در دو بعد از پدیده ای به نام تغییر سرعت صحبت می کنم منظورم هم تغییر اندازه سرعت هست، یعنی اندازه سرعت میتونه تغییر بکنه و هم تغییر جهت سرعت هست یعنی شما میتونید با یک سرعت ثابت از لحاظ بزرگی، در جهت های مختلفی حرکت بکنید و در این صورت هم حرکت شما شتابدار خواهد بود خب این خیلی مفهوم مهمی پس یادتون باشه که هم تغییر بزرگی سرعت من میتونم داشته باشم و هم تغییر جهت سرعت من میتونم داشته باشم این چیزی هست که خیلی وقتا فراموش میشه که میشه اندازه یا بزرگی سرعت تغییر نکنه ولی جهت سرعت تغییر بکنه و در این صورت هم حرکت شتابدار خواهد بود درست مثل حرکت دایره خب حالا وقتی که من میگم تغییر سرعت میتونم بیام این تغییر سرعت رو تجزیه بکنم به دو مؤلفه x و وای یعنی بگم مؤلفه x سرعت من v2 x منهای v1 x تا تغییر کرده در راستای محور x ها پس این تغییر مؤلفه x هست و مؤلفه وای سرعت من هم v2 y منهای v1 y در راستای محور وای ها تغییر کرده که این دو تا عدد میتونن منفی یا مثبت باشن اصلا برای من فرقی نداره یعنی من میتونه سرعتم در راستای محور ایکس ها کم یا زیاد بشه و به همین ترتیب در مورد محور وای ها و باز به کمک ابزار قدرتمند مختصات دکارتی من میتونم بیام ببینم و ببینم که میتونم این پدیده رو یک جور دیگه هم حساب کنم چه من میتونم بیام یک برداری تعریف کنم به نام دلتا وی یعنی تغییر سرعت که هست ویدوی منهای v وی 1 یعنی این تعریفه من مساوی نمینویسم این سه تا یعنی من دارم تعریف میکنم دلتا وی رو که هست ویدوی منهای v وی 1 اگر من بیام این وردار وی 2 رو منهای این وردار v 1 کنم این مساوی میشه با ویدوی ایکس منهای v 1 ایکس در راستای محور آی ها به علاوه ویدوی وای منهای v 1 وای در راستای محور وای ها این در راستای محور X ها این در راستای محور وای ها و میتونم اسم این پدیده رو بذارم دلتا وی ایکس در راستای محور وای ها آی ها یا ایکس ها به علاوه دلتا وی وای در راستای محور جی یا در راستای محور Y خب پس این الان شد دلتا وی من یعنی من همون جوری که میبینید باز هم به کمک مختصات دکارتی این پدیده ای که من اینجا به دست آوردم دقیقا برابر بود با این پدیده یعنی تفریق برداری ویدو و وی یک به من دقیقا تجزیه تغییر سرعت در راستای محور ایکس ها و محور وای ها رو داد یعنی جدا جدا به من گفت که من سرعتم در راستای محور ایکس ها و محور وای ها چقدر تغییر میکنه بنابراین من برای به دست آوردن تغییر کلی سرعت خیلی راحت میتونم بردار سرعت در نقطه دو رو از بردار سرعت در نقطه یک کم بکنم خب حالا من میخوام این تفریق برداری رو روی یک شکل همینجا نشون بدم پس بذارید من الان این V1 رو دوباره بکشم فرض کنید این V1 هست یه ذره بزرگتر شد ولی من عمدن بزرگتر کشیدم که شما راحتتر ببینید و این هم فرض کنید که V2 هست خب پس بذارید من اسم اینها رو هم بنویسم این V1 و این V2 من اومدم همه رو هر دو رو از یک نقطه کشیدم تا بتونم تفریق برداریشون رو نشون بدم همونجوری که میبینید دونستن مبحث بردارها یک پیش نیاز خیلی مهم حرکت دو بعدی هست این الان این بردار به من چی رو میده به من دلتا وی رو میده یعنی وی من منهای وی یک تفریق برداری دو بردار هست دیگه این روشی بود که حساب میکردیم روی شکل تفریق دو بردار رو خب حالا بیایید ببینیم مثلا این تفریق برداری این شکلی که به دست اومد با شهود ما سازگار داره یا نه این بردار داره به من چی میگه داره به من میگه که هم مؤلفه x تو کم شده چون در جهت منفی x من داره حرکت میکنه تغییر سرعتم و هم مؤلفه y تو داره در جهت منفی حرکت میکنه یعنی من دارم به این سمت حرکت میکنم در راستای y ها و به این سمت در راستای x ها یعنی در حقیقت داره به من میگه که هم مؤلفه x و هم مؤلفه y بردار تو باید کم شده باشه سرعت تو. خب بیاییم ببینیم این v2 الان xش به نسبت v1 کم شده یا زیاد خب x v1 یعنی مؤلفه x v1 یک همچین برداری هست و مؤلفه x v2 یک همچین برداری هست و واضحه که مؤلفه x v1 بزرگتره در نتیجه مؤلفه x v2 من کمتر هست و این درست جهتش و به همین ترتیب مؤلفه y وی که من یک همچین چیزیه مؤلفه وای ویدوی من یک همچین چیزیه و بنابراین مؤلفه وای ویدوی من در جهت منفی محور وای ها بزرگتر شده و در نتیجه این هم درست هست بنابراین من تفریق برداریم درسته و با شهود من هم سازگاری داره هم سرعت در راستای x و هم سرعت در راستای وای کم شده حالا بعد از این همه داستان که من براتون تعریف کردم میتونیم بریم و شتاب متوسط از نقطه یک به نقطه دو رو به این شکل تعریف بکنیم و با این بردار نشون بدیم که مساوی هست با دلتا وی یعنی تغییر سرعت در واحد زمان پس این میشه تعریف شتاب متوسط که برابر هست با تغییر سرعت در واحد زمان که این مساوی میشه با دلتا وی ایکس یعنی تغییر سرعت در راستای ایکس تقسیم بر زمان در راستای محور ایکس ها به علاوه دلتا ویه. وای یعنی این عبارت تقسیم بر دلتا تی در راستای محور وای ها پس بذارید من دوباره مثل همیشه این معادله اصلی که در یک جلسه به دست میاریم رو دورش خط بکشم و همینطوری که میبینید این یک برداره که هم محلفه x داره و هم مالفه وای و جهتش برابر با جهت این دلتا وی من هست خب که جهت دلتا من هیچ ارتباطی به جهت جابجایی من نداره خب چون جابجایی من الان از این نقطه هست به این نقطه و من میتونم اسمش رو هم بذارم مثلا دلتا آر و این جابجایی من هست و من از روش میتونم سرعت متوسط رو به دست بیارم اما این جهت در این شکل تقریبا هیچ ارتباطی به جابجایی جا من نداره خب بنابراین یادتون باشه که جهت شتاب متوسط هیچ ارتباطی با جهت جابجایی نداره البته میتونه در حالتهای خاص ارتباط داشته باشه ولی به صورت کلی هم جهت با جابجایی نیست و خیلی وقتا زاویه خیلی بزرگی هم با جابجایی داره که اینجا زاویهش یک همچین شکلی هست یعنی مثلا در به نسبت جابجایی در این راستا هست جهت شتاب متوسط من که از این بردار دلتا وی به دست میاد تنها چیزی که من میخوام برای آخرین بار توجه شما بهش جلب بشه این هست که شتاب هم مثل سرعت و مثل جابجایی یک مؤلفه x و یک مؤلفه y داره در حقیقت اگر شما به من بگید که معادله سرعت در راستای محور x ها چی هست مثلا v x بر حسب زمان هست مثلا یک تابعی از زمان در این صورت من میتونم این معلفه رو حساب بکنم خیلی راحت و بگم که شتاب شما در راستای محور x ها چی هست و هیچ نیازی به دونستن تغییر سرعت در راستای محور y ها ندارم برای به دست آوردن معلفه x خب یعنی کاملا این دوتا دارن مجزا کار میکنن و به همین ترتیب اگر وی وای تی رو شما به من بگید که هست یک تابع دیگه از زمان من میتونم این معلفه رو هم به دست بیارم و هیچ نیازی به دونستن اف ندارم برای به دست آوردن این دو معلفه و اگر هر دو رو همزمان به دست به من بدید من میتونم هر دو معلفه رو به دست بیارم تا معادله شتاب جسمم که در حقیقت این دو معلفه هست به دست بیاد البته میشه معادله شتاب متوسط اگر لحظه ای رو حساب بکنم در ویدئوی بعد خواهید دید که به این پدیده میگم معادله شتاب خب در ویدئوی بعد با شتاب لحظه ای با همدیگه ادامه خواهیم داد حرکت در دو بود رو فعلا خدافظ